خط جماعت مخالفین بفرمایید. آقا الله یاری خسته نباشید. سلامت باشید، زنده باشید. ممنونم که قطع نکنید. اگر چون قطع کنید بینندگان بینندگان عزیز شایدن که جرأت نداری و نمیتونی هیچ دلیل و مدارکی. بینندگان ما زرنگن، اونا درک میکنن که شاید دلایل دیگری هم هست غیر از این که شما میفرمایید که من جواب ندارم. شاید جواب، شاید علت دیگری هم باشه، شاید من بعد وقت من قطع میکنم به خاطر بی‌ادبی کسایی که زنگ میزنن. ببینید شما باشه، حالا من به شما لطف بکنید سوالت را مطرح بکن و وقتی که من جواب دادم وسط حرف من نفر. خب بفرمایید، از اختلاف و از توهینم حرف نزن، بفرمایید. نه که تمیل نمی کنم. تو ببین بفرمایید که حضرت عمر تو بازار باشه تا حضرت زهرا را مورد حمله و سخت تنین کردن، درسته؟ خدا لعنتش کنه. نه تو ببین این هم از شخصت خودته که به یک قدم بزرگ و کسی که دختر پیغمبر را خودت میگی با زده، خب من لعنت نکنم بهش چیکار کنم؟ تو دختر رسول الله صلی الله علیه و آله همسر حضرت علی، اولا در کتاب خود شما آمده، آخر شما جواب سند حدیث صحیح و سند در کتاب خود شما چی میدین؟ چرا نمیارین اون سند او را اشکال بگیرید؟ خب برادر بزرگ طبری آورده به سند صحیح، انصاب الاشاف بلازری آورده به سند صحیح، چرا پیامبر اکرم شما چرا سند را مورد اشکال قرار نمیدید؟ بگین این حدیث باطله به این دلیل. بله میگه چرا امیرالمومنین علیه السلام دفاع نکرد؟ چرا حضرت علی و رسول الله که هیچ واکنشی از خودشان نشان نمیدادند و بعدن که دشمنش که به ناموسش حمله کرده و سخت تنین کرده و بعدن همه فرده به دامده خود در بیارند، این در عقل کی میگنجد؟ حالا حضرت لوط علیه السلام پیغمبر بود یا نبود؟ چرا بود؟ حضرت لوط مقامش بلنده که پیغمبر است یا حضرت علی علیه السلام نزد شما؟ نه من از شما سوال میکنم برادر من، نه جان من، نه الله یاری که ببینید من مثل شما به هیچ کسی توهین نمی کنم. من نمیگم توهین بکن جان من، من شما فقط یک سوال خیلی ساده کردم. نزد شما به عقیده شما جماعت دشمن نشستی و اونجا داری هی لحن میگی و هی ببین بعد من قطع میکنم اگر سوال من جواب ندی، من قطع میکنم. ببین من از شما یک سوال ساده کردم، آیا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مقامش بلندتره یا حضرت لوط علیه السلام مقامش بلندتره به نظر شما؟ خب حضرت نو که اولوالعزم بودن و که اون حضرت بوده و که پیغمبر دیگه، حضرت لوط، نوح نگفتم، لوط گفتم، حضرت لوط علیه السلام مقام پیغمبر بلنده یا صحابی بلنده؟ شما به من بفرمایید. درسته پیغمبره. پیغمبر جواب بده، مقام کدامش بلنده؟ فارسی میفهمین؟ ببین تو زیاد حاشیه میری و از خود آخر همین یک سوال مرا جواب بده تا من جواب شما را بدم جان من. ببین که این هجرت را کار ندارم که نداره. ببین تو قد نکن آقا جان. ببین برادر بزرگوار، من از شما این سوال را حالا مردم میدانن، پنج بار شش بار پرسیدم، تو که نمیتونی اصلا هیچ دلیل جان من بزرگوار. حالا خیلی خوب، حالا سوال مرا جواب بده برادر من، آشیام نمیرم، سوال مرا یک بار دیگر درست جواب بده. حضرت لوط، نگفتم نوح، لوط پیغمبر. اوقات تیمی خیلی بقیه سعادت خلاصه مناظره کنی، این مناظره شماست؟ جان من خود من دیگه این بار اگر وسط حرف من پریدی یا سوال مرا جواب ندادی من قطعت میکنم. خدا حافظت دیگه. ببین دوستان عزیز، من ازشان سوال چند بار پرسیدم جواب نمیده. حضرت لوط علیه السلام مقامش بلنده نزد شما یا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مقامش بلنده؟ خب قطعا شما که جواب نمیدادی، چون میدانی که میترسی که جواب بدی. خب قطعا مقام حضرت امیر علیه السلام بلنده. میگه که حضرت امیر علیه السلام به خانه‌اش حمله شده، چرا دفاع نکرده؟ بسیار، من از قرآن کریم جوابت را بدم، از قرآن کریم باید جواب میدم. بله دوستان عزیز، این قرآن کریم سوره مبارکه هود جزء ثانی عشر جزء دوازدهم سوره هود آیه 78
بلکه آیه 77 شروع کنیم. ولما جاءت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولما جاءت رسولنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ولئنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد صدق الله العلي العظيم. خب در اینجا دوستان عزیز ولما جاءت رسولنا لوطا سیء بهم وقتی که نمایندگان ما فرستادگان ما نزد حضرت لوط علیه السلام آمدن سیء بهم حضرت لوط علیه السلام خیلی ناراحت شد. اینها دوست جریان از این قراره عزیزان من که ملائکه خدا به صورت مردها نوجوانان زیبارو آمدن، جوانان زیبارو، جبرئیل علیه السلام با چند پیغمبر فرشته دیگر به صورت انسان آمدند در شهر مدائن، شهر حضرت لوط علیه السلام. حضرت لوط علیه السلام بیرون خانه در کشت در اون مزرعه‌ای که داشت کشت کار میکرد دید که جوانان خیلی زیبارو آمدند. وقتی این جوانان زیبارو را دید حضرت لوط علیه السلام خیلی ناراحت شد. چرا؟ چون قومش بدفعل بود، قومش، قوم حضرت لوط علیه السلام فعل مردم قندهار، بله حالا مردم قندهار آدمای شریف هم خیلی زیاد داره، اما عده ای از عمریه حالا در افغانستان و از جای دیگر فعل بد انجام میدن دیگه. اما من حالا این حرف رو گفتم مردم قندهار رو ناراحت نشن، خیلی آدمای شریف مؤمن زیاده در اونجا، اما متاسفانه خب فعل بد اونجا زیاده. جاءت رسولنا سیء بهم، حضرت لوط علیه السلام ناراحت شد چون این قوم بد فعل بود، قومش بد فعل بود. و ذاق بهم ذرعا، چی کار شد؟ و ذاق بهم ذرعا، و بله سینه‌اش تنگ شد، ناراحت شد. و قال هذا یوم عصیب، و حضرت لوط علیه السلام فرمود این روز روز خیلی سختیه. و جاءه، این مهمانا را زود برد خانه خود، حضرت لوط علیه السلام در منزل خود برد مهمانا را. و جاء قومه یهرعون الیه، قوم حضرت لوط علیه السلام خبر شد که اینجا مهمانان خیلی زیبارو آمده اند، اینها با دویدن خودشان را رساندند در منزل حضرت لوط علیه السلام. و من قبل کانوا یعملون السیئات، و این قوم بله از فعل بد بلند شدن، فعل های بد خودتان میدانید، از اون بلند شدن، بدویدن خدا رساندن منزل حضرت لوط علیه السلام کنجا وارد بشن، بله کنجا مهمان آمده، به زور وارد خانه شدن. قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، حضرت لوط علیه السلام به قوم خود فرمود این دختران من اینجا هستن، بیایید شما ازدواج بکنید، نکاح بکنید، حلال، این پاکه، این کاری را که شما میگید این فعل بدیه. شما ببینید این پیغمبر خدا هست حضرت لوط علیه السلام، حده ادهی زورگو قلدر، حضرت لوط علیه السلام هم پیرمرد، با زور وارد خانه شدن، میگن ما مهمان های شما میخوایم فعل بد انجام بدیم. میگه خب چقدر سخته، چقدر مشکله، شما خودتان بگید، این قرآنه. حضرت لوط علیه السلام میگه که نه، شما باید نکاح بکنید، زن بگیرید، ما به شما از دختر میدم، این برای شما پاک، حلال، طیبه. خب چی میگه؟ قالو فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، فرمود حضرت لوط علیه السلام از خدا بترسید، در وارد منزل من شدید بزور، میگید ما به مهمان شما فعل بد انجام میدیم، شما میخواید آبروی مرا پیش مهمانان برید، دیگه این خیلی نامردیه، خیلی هر قدر که پستی را حق تعریف بکنید خیلی بدتر از علیس منکم رجل رشید، آیا در بین شما یک انسان خوب، یک انسان عاقل نیست، یک انسان رشید، یک جوانی که بله جوان مرد باشه در بین شما نیست؟ چقدر نامردین، شما آمدید منزل یک انسان پیرمرد وارد شدید که ما مهمان شما میخوایم فعل لواط انجام بدیم. جواب اونا چی بود؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، قوم لوط علیه السلام گفتن که خودت میدانی که ما دختران تو اصلا نمیخواهیم، ما اصلا کار نداریم دختران شما، و انك لا تعلم ما نريد، تو خودت به درستی خوب، به تحقیق خوب میدانی که ما چی چیزی میخواییم، ما میخواییم مهمانای شما، شما کنار برو، شلوغ نکن، ما میخواییم با مهمانای شما فعل بد انجام بدیم. حضرت لوط علیه السلام چی گفت؟ قالو لو ان لی بکم قوتا او آوی الى رکن شدید، ای کاش من قدرت داشتم یا به یک گوشه که در اون گوشه شدت بود اونجا پناه میبردم.
خب دوستان عزیز، این قرآن کریم اینجا حضرت لوط علیه السلام چرا شمشیر نکشید، جهاد نکرد؟ اونجا چی کار شد؟ جبرئیل علیه السلام به حضرت لوط علیه السلام گفت شما راحت باش، ناراحت نشو. بعد با شاهپر مبارک اشاره کرد، چشمای اینا کور شد، اینا از اونجا کور بیرون رفتن. و بعد اون شب عذابم نازل شد، قوم حضرت لوط علیه السلام همگی از بین رفتن الا دو دخترش، زن حضرت لوط علیه السلام، اونجا درمون عذاب از بین رفت. بینندگان گرامی، اینا میگن چطور عقل آدم باور میکنه که حضرت امیرالمومنین علیه السلام اونجا جهاد نکنه؟ من از شما میپرسم، مقام لوط پیغمبر بلند نزد شما یا مقام امیرالمومنین علیه السلام؟ خب او پیغمبر ای و صحابیه نزد شما، خب پیغمبر از صحابی که افضله، خیلی واضح و آشکاره. گرچه تو جواب مرا ندادی، اما جواب واضح و آشکاره که شما حضرت لوط علیه السلام را افضل میدانید. خب این حضرت لوط علیه السلام اگر برایش عیب نیست که در اونجا نجنگیده، در اونجا مقاتله نکرده، نه نامردیه، نه خلاصه بی غیرتیه، نه بی عزتیه، نه مقاتله نکرده، چون یار یاور نداشتن اونجا، تازه گفته دختران خودم به شما میدم، اگر برای اونام کسانی که وارد خانه شدن که چیکار بکنن، بیان با مهماناش فعل بد انجام بدن، اینقدر بی شرمی که هر انسان عاقلی اصلا تصورش انسان ناراحت میکنه. خب در اینجا دوستان عزیز، اگر حضرت لوط علیه السلام اینجا بر او اعتراض نمیکنی، اگر اعتراض بکنی کافر میشی. خب حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هم وصی همون پیغمبره، وصی همون پیغمبران عالم هستن، وصی حضرت لوط هست، وصی حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام اگر عمله شده، اگر جنگ نکرده، حدیث صحیح را نشان دادم از کتاب های خود شما که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتن نه جنگ، خب اشکالی نداره، به حکم خدا عمل کرده، او سرفرازه، کافر اونایی هستن که آمدن حمله کردن. شما اگر مردین بیان اون احادیث را رد بکنید که اون احادیث بله دروغه که ابوبکر و عمر حمله کردن به خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اگر عیب میگیری اول بیا حضرت لوط علیه السلام را جواب بده که چرا به خانه او حمله شد، او دفاع نکرد، بعد من جواب میدم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام چرا جهاد نکرد.